محمد نوریزاد سی و خرداد 1400 بند شش زندان ایوین. جمهوری اسلامی در ریلی افتاد که باید یک در جریان انتخابات از روز نخست تا پایان این سناریوی سپاه بود که ریز به ریز به دستگاه های ریز و درشت کشور دیکته شد و سرانجام نیز به پایان دل خواهند جامید. در تمامی گفتگوهای کاندیده ها مثلا مناظره ها هیچ سخنی از درزهای پشت پرده و نقش سپاه و بیت رهبری در چه که از سرشکستگی و ویرانگری و ایرانخاری و حقارت بر سر کشورمان آواره شده به میان نیامد کاندیداها به کنایه چیزهایی میگفتند اما هرگز شهامت این را نداشتند که بگویند اگر کشور در سراشیب به است و تمام داراییش پیشاپیش خور پیش شده و سرمایه های انسانی سرکوب و فراری شدند همه اینها محصول دو عامل مهم است الف ملاهای مفتخار و پوک مغز و سیری ناپذیر و خونریز و بزدل آلت دست ب سرداران ایرانخوار آدمکش قاچاقچی که برای فردای خامنه ای خواب ها دیدند و خود مفتخرانه برای اسرائیل و روسیه جاسوسی می کنند. دو، از درازنای تاریخ به این سو از مولا جماعت هیچ آبی برای بشریت که گرم نشده هرچه بوده نیز فریب و جاده صاف کنی و مفتخاری در کنار زورمندان بوده است. در میان تمامی نوشته ها و گفته های ها که از میلیون ها کتاب و نوشته و منبر سر بر می آورد، بگردید و تنها و تنها یک کشف اجتماعی و بشری پیدا کنید که این کشف همانند یکی چون مونتسکیو به کشف تفکیک قوا در اداره یک کشور منجر شده باشد تا همه خردمندان کشور آن را بپذیرند و سر در برابرش فرود آورند و آن را چون یک قرارداد اجتماعی بپذیرند هرگز پیدا نمی کنید فراورده ی همه ملایان همگی رو به هپروتی در نکوجا آبادی گم و گور دارند یادی کنم از تنها دانشمند ایرانی زکریای رازی کاشف الکل که چندی پیش جناب رهبر از او به عنوان دانشمند ایرانی یاد کرد. همین زکریای رازی کتابهایی نیز دارد در نقد باورهای دینی. ملاهای وقت فتوا دادند که کتابهای نقادانه او را آنقدر بر سرش بکوبند تا کور شود یا بمیرد و همین نیز کردند. زکریای رازی کور شد اما سر در برابر هپروت ملایان فرود نیاورد. سه یادم هست روزی جناب رهبر که به شدت به شهوت سخنرانی های یک جانبه است و تا کنون مطلقا در این سی سال رهبریش تن به یک مصاحبه چالش برانگیز با یک خبرنگار نصب برده در تلویزیون گفت از آنجا که مدیران هسته ای آن قاطعیت لازم را برای پیشبرد مقاصد هسته نداشتند خود من از این پس فرماندهی هسته کشور را به دست گرفتم همان روزها برایش نوشتم آخوند و سانتریفیوش چه نسبتی با هم دارند آری مدیریت ناب حضرت رهبر در شیعه گستری ابدهانه و به هم ریختن کشورهای منطقه ایران را به روز سیاه نشانده است او شهوت این داشت تا نام طلبه شیعه به اسم سید علی خامنه ای در تاریخ کشور ثبت شود که او آری تنها او توانست به بمب هسته ای دست شود تا به یک فرمان اسرائیل را از صفحه روزگار محو کند چهار خود به چشم خود دیدید که سپاه در تمامی روزهای پیش و پس از انتخابات هیچ رخ ننمود او خط قرمزهایش را برای کاندیده ها دستور فرموده بود با آنکه همه فلاکت ها و حقارت ها و سرشکستگی های کشورمان مرهون درون مرزی و برون مرزی سپاه است قانون در چشم سرداران سپاه واژه است مفلوک که قشقش خنده سرداران سپاه را برمیکشد. 5. جمهوری اسلامی در این انتخابات درست بر ریلی نشست که باید می نشست. این ریل جمهوری اسلامی را با شتاب و رو به جایی که باید می برد. از این پس همه دستگاه های رهبری و دولتی و قضایی و مجلسی و اطلاعاتی خمیر دست سپاهند. آیا از یکی سخنی شنیدی که ناظران این انتخابات چه کسانی بودند؟ خودی مگر خودی را نظارت می کند؟ شش. اکنون جمهوری اسلامی به همون یک دستی معلوف و معهود خود دست یافته. خودش میبارد و خودش میدوزد و این یعنی همه دستگاه های بظاهر نظارتی و قانونی و اجرایی و غذایی همگی کشک کشور به دوره قاجار باز میگردد استخوان تحت عنوان ریاست جمهوری پیش پای ملایی به نام رئیسی که از پای تا سرش در خون مظلومان و بیگناهان مستقران انداختند تا در فردای پس از خامنه ای برای رهبری مشتبه خامنه ای کارسازی کند بیان که هم رهبر و هم دیگران بدانند که سپاه درست روز پس از خامنه ای به گردن تک تک ملده ها ریسمان می بندد تا منویات خود سپاه را در کانون فریب مردم جاسازی کند. هفت این سپاه سپاهی که من می گویم یکی از پخمه ترین دستگاه های امنیتی است. به شدت سراخ های گلب دارد برای فرود جاسوسان اسرائیلی و آمریکایی و انگلیسی و روسی و چینی. یادتان هست چندی پیش 2500 کیلو اسناد کاغذی تأسیسات هسته ایران را بار کامیون کردند و از ایران به اسرائیل بردند و نتانیاهو پشتبان اسناد نشست و رسما گفت که این اسناد هسته ایران را جاسوسان سپاهی ما از ایران خارج کردند سپاه نطق که نکشید تکسیب نیز نکرد 8 سپاه لولوی ریسمان به گردن است که با اشاره ریسمانداران اسرائیلی و آمریکایی و روسی منطقه را به آشوب میکشند. تا راه را برای فروش اسلحه کارتل های اسلحه سازی و سیاست های پس پرده آنان به کشورهای دوروبر گشوده شود. نه درست روز پس از خامنه ای من آیت الله و ملاها را می بینم که هر یک پشت در یک خانه یک سردار دخیل بستند تا از خشم مردم دورشان دارند. محصول خروجی ملاها داعش و طالبان و القاعده و خلخالی و لاجوردی و خمینی و خامنه ای و پور محمدی و فلاحیان و رئیسی و آدمکشانی از این جنسند. ملاها در هر آینی که به حکومت برسند وحشی می شوند. ملاهای مسیحی هفت قرن علم را، شعور را، فهم را، درخشیدن را و انسان بودن را سرکوب کردند. در ایران ما مگر جز همینها چیز دیگری از ملاها دیدیم. ده ملاها و سرداران با یک دست کردن همه دستگاه های کشور رو به پایان روزگار خود خواهند شتافت. جامعه که از نقد و اعتراض و مخالفت تهی باشد و منتقدان و معترضان و مخالفانش تحمل نشوند لاجرم رو به دره صحنگونی در خواهد افتاد بینوا ایران و مردم ایران که باید بنشینند و با دیدن عکس چهره امام در ماه شاهد فلاکت و حقارت خود باشند یازده این روزها اصلا حالم خوب نیست با روزی پنج زخم تا امروز دویست زخم خونین به خیش وارد آوردم دو روز از اعتصاب دارو و 99 روز از اعتصاب غذای من میگذرد. به شدت ضعیف شدم. عفونت بدنم را فرا گرفته. 24 ساعته به صرفه های خلطاور دچار شدم. نای جا به جا شدن ندارم. به زور با اصا از جایی به جایی می روهم. تپش شدید قلب دارم. چشمانم تار می بیند. شنوایی گوش چپم به نیم رسیده. کاش مرگ من برای بیدار باش مردمی که هنوز عکس ملاها را در ماه می بینند، کارسازی می کرد. در تاریخ آینده فرزندان ما و آیندگان ما از ما خواهند پرسید. ای برسران، بر سران آیا این شما بودید که احمدی نجات ها و روحانی ها و رئیسی ها و ملایان را برگزیدید و زیر پای سرداران ویرانگر فرش شدید؟ شرمتان باد که فردای ایران را در خمیر نابودوی حقارت در پیچاندید محمد نوریزاد بند شش زندان ایوین سی یک خورداد 1400 دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار